حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه. محمد تقی مصباح یزدی، تئوریسین سیاسی بنیادگرایان و ایدئولوژ حکومت اسلامی ولایت محور، روحانی که در طول سالهای جمهوری اسلامی دیدگاه و قرائت سختگیرانه‌اش از دین و سیاست بدون تغییر باقی ماند. کسی که آیت الله علی خامنه‌ای بارها از ارادت قلبی خود به او گفت و در دوران رهبریش به تمامی از او حمایت کرد. این سه جهت در ایشون جمعه، هم علم هست، هم بصیرت به معنای حقیقی کلمه هست و هم صفا هست. این پشتیبانی دو طرفه بود. او در میان طلاب قوم و سیاسیون از رهبری آیت الله خامنه‌ای حمایت می‌کرد و منتقدانش را خاموش. نمیدونید چه وجود عزیز، خدا چه فراستی به این مرد داد، چه سعی صدری دادی، چه صبری دادی. مصباح یزدی در صف اول مبارزان انقلابی نزدیک به آیت الله خمینی نبود. این دوران مصادف با فعالیت‌هایش در مدرسه حقانی و تشکیل جلسه‌هایی علیه به گفته او جریان‌های التقاطی بود. این مدرسه بود که بسیاری از شاگردانش بعدها مدیران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شدند. اما نخستین بار که نام او در انظار عمومی مطرح شد بعد از تشکیل جمهوری اسلامی بود، در مناظره های ایدئولوژیک تلویزیونی به عنوان نماینده حوزه علمی قم شرکت میکرد. تعیین نشده ظاهرا اشکال بروز آن، اگر مایل باشید باز دوباره باز نمونه هایی بوده، فقط یک حوزه مشخصی که بگیم هر جا چنین چیزی باشد بینش تضاد است. با چنین سابقه فکری و سیاسی به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد، بعد هم به توصیه آیت الله خمینی مؤسسه باقرالعلوم را راه انداخت. با این حال تا پایان حیات آیت الله خمینی در حاشیه سیاست بود. با رهبری علی خامنه‌ای ورق برگشت. اولین سمت رسمی سیاسی را بعد از عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمی قم با نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری به دست آورد. دوران زندگی سیاسی مصباح یزدی با روی کار آمدن محمد خاتمی دگرگون شد. در اواخر دهه 70 از سوی رهبر جمهوری اسلامی سخنگوی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران شد و از همین تریبون به اصلاحات و روشنفکران حمله می‌کرد. بسیاری سخنرانی‌های او را به تئوریزه کردن خشونت تعبیر می‌کردند. در یکی از سخنرانی‌هایش از این تریبون گفته بود: حتی اگر کسی در بیابانی و محل خلوتی به دور از چشم پلیس به خدا و پیامبر و مقدسات و ضروریات دین اسلام اهانت کرد و امکان تحویل او به پلیس یا دادگاه اسلامی نبود، بر هر مسلمانی لازم است به جرم اهانت به مقدسات اسلام او را اعدام کند. یکی از متهمان قتل‌های محفلی کرمان در دهه 80 در اعترافاتش گفته بود که تحت تأثیر یکی از همین دستمزدگیری‌های محمد تقی مصباح یزدی دست به قتل تعدادی از شهروندان زده. به موازات فعالیت‌های سیاسی، مؤسسه را که از سال 74 به درخواست و نظارت آیت الله خامنه‌ای راه‌اندازی کرده بود، توسعه می‌داد. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با بودجه هنگفت دولتی اداره می شود. هدف از تأسیس این دستگاه عقیدتی و سیاسی، کادرسازی برای نظام و انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی در خارج و داخل ایران است. مصباح یزدی از حامیان اصلی کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در سال 84 بود و می گفت که اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست. اما وقتی او بنای ناسازگاری گذاشت، با تأسف گفت که به نظرش احمدی نژاد سحر شده و از خط ولایت خروج کرده. اگه سحره فرعون تونستن در مقابل عصای موسی کاری بکنه، این آشغالا هم می تونن در مقابل با این حال همچنان نظرات گاه و بیگاهش در این حوزه واکنش برانگیز بود. مثل این موضع‌گیری بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنه؟ قانون اونه که خدا بود.
مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. وقتی دهه 80 به پایان می رسید، به تدریج روزهای افول او در سیاست هم آغاز می شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اعتبارش را خرج کامران باقری لنگکرانی کرد، اما شاگردانش در جبهه پایداری از سعید جلیلی حمایت کردند و کاندیدای مطلوب مصباح یزدی هم به نفع رقیب کناره‌گیری کرد. ناکامی او از حضور در مجلس خبرگان رهبری سال 94 ضربه دیگری بود به جایگاه سیاسی مصباح یزدی. آنقدر غافلگیر کننده که آیت الله خامنه‌ای به دلجویی پرداخت. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینا کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا می‌کند. هرچند که در انتخابات میان دوره ای از مشهد دوباره به این مجلس راه پیدا کرد، اما تغییر معادلات سیاسی و کهولت سن و بیماری باعث شد حضورش در عرصه سیاست کمرنگ‌تر شود. بیشتر به عنوان سخنران مباحث اخلاق اسلامی در قاب تلویزیون ظاهر می شد. او سالها برای برقراری حکومت اسلامی مطلوب نظام تلاش کرد. حالا با درگذشت او، رهبر جمهوری اسلامی یکی دیگر از حامیان فکری خود را از دست داد.